نام خدایی که در این حوالی است خدایی که بندگیش خوش است سلام علیکم وقت گرانبه های شما عزیزان همراه شما ارجمندان همیشگی رسانه جهانی آهادی بخیر خیر باشه جروس حتما باشین و هر جا و با هر حال این برنامه رو دریافت میکنید انشالله که در بهترین حال خودتان در مسیر بندگی خداوند باشید امشب هم خدا من توفیق داد تا با, با وقت بیداری مهمان خانه های گرم شما ایزان باشیم و با افتخار همراه شما عزیزان با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی مبحث حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام و سلام پی سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید خواهش میکنم و علیکم سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام داریم در خدمت شما است استاد عزیز تشکر میکنیم که از اینکه دوباره شما را در این استودیو زیارت میکنیم عزیزان منتظر هستن که در ادامه مباحث حقوق خانواد از منظر امام سجاد علیه السلام و سلام با محوریت رساله حقوقشان که بسیار هم درجه یک هست و واقعا ما مخفول هستیم گاهی اوقات از دنیای بیکرانه معرفتی که در این رساله واقعا پنهان شده و لایه آن با لطف شما استاد گرامی بزنگاره کم کم ما میچشیم شاید شیرینی های این رساله حقوق این و لطف شما گام به گام پیش آمدیم حقوق زمان. پدر و مادر رو بررسی کردیم حقوق زن بر مرد رو هم بررسی کردیم و امشب می‌خوایم که برویم سراغ حقوقی که مرد بر زن داره در خدمت شما از استاد ان که بحث خوب باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله, الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين اشاره خوبی فرمودید در رابطه با حقوق خانواده احادیثی فراوانی وجود دارد در قرآن کریم هم آیات فراوانی داریم یکی از منحصر به فردترین متونی که در دسترس ما هست و از امام معصوم ما رسیده همین حدیث طولانی است که معروف است به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این رساله حقوق را همطور قبلا اشاره کردیم ابو حمزه سومالی که یکی از یاران امام سجاد علیه السلام هست همین همون ابو حمزه که دعای ابو حمزه سومالی در سهرهای ماه رمضان را از امام سجاد علیه السلام روایت کرده ایشون متوفای سال 150 هجریه این رساله حقوق رو ایشون روایت کرده مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف من لا و همینطور در خصال در کتاب خصال آورده ابن عقده هم در تحف الاقل و دیگران هم در کتاب های حدیثی بعد از این بزرگواران آوردن این حدیث شریف رو و رساله حقوق رو خب قبلا اشاره کردیم که در این رساله حق الله مطرح شده حق امام مطرح شده حق و نفس مطرح شده حق و ناس مطرح شده از جمله حق و ناس خب همین بود که اشاره فرمودین که حق اعضای خانواده بر یک دیگر خانواده در تعریف روایات غیر از اون چیزی است که الان ما در این جامعه خود ما بهش توجه میکنیم به عبارت دیگر دامنه خانواده در فرهنگ دینی ما وسیعتر است تمام ارهام رو شامل میشه یعنی پدر و مادر برادر و خواهر و برادر زاده و خواهر زاده و عمو امو زاده و اینا همه جزء خانواده همونطوری که در کشور عزیز ما هم تقریبا به همین شکله هرچی ما نسبت به جوامع پیشرفته تری به ظاهر پیشرفته نگاه میکنیم میبینیم مفهوم خانواده رو کوچکتر کردن تقریبا دیگه حالا منحصر شده به همون زن و شوهر و فرزندانش بله ولی بله خب در فرهنگ دینی ما خیلی وسیع از اینه لذا حق پدر و مادر رو در ضمن حقوق خانواده حضرت مطرح میکنه و بحث میکنه حق همسر رو بر شوهر در جلسات قبل مطرح کردیم در این جلسه حق شوهر رو بر زن مطرح میکنیم بح. گرچه که تأکید میکنیم که این جملات امام سجاد علیه السلام طوری است که هر دو رو شامل میشه ولی به خاطر اینکه ما یک مقدار با تفکیک بحث کرده باشیم در جلسه قبل حقوقی که زن بر شوهرش دارد و مرد یک سلسله تکالیفی در رابطه با همسرش داره رو طرح کردیم مطرح کردیم یعنی در این جلسه هم عرض همونطور که قبلا عرض کردیم ما یک سلسله حقوق الزامی و قانونی داریم که لابد و ناگزیر باید اون رو انجام بده و یک حکم قطعی قرآنی یا شرعی یا قانونی است و یک حقوق اخلاقی داریم حقوق قانونی که مرد نسبت به زن داره خیلی زیاد نیست مثلا اینه که زن فرض کنید که شوهر خودش رو تمکین بکنه بدون اجازه شوهر نرود جایی با هماهنگی شوهر اینا رو میبینید با اینا نمیشه زندگی کرد یک سلسله حقوق خشک و غیر منعطف است که سر از سختگیری در زندگی در میاره اگر ما به اینا بخوایم نگاه کنیم لذا در اخلاقیات یعنی حقوق خانواده در مدار اخلاق وقتی وارد میشیم میبینیم نه با یک زبانی دیگری با یک روی کردی دیگری میاد خانواده رو ارز کنم که تعریف میکنه و به آرامش میرسونه در تعالیم اهل بیت علیهم و بید علیه السلام این گزاره های اخلاقی و این ارزش های بنیادین انسانی که در محیط خانه باید رعایت بشه زیاد مورد تأکید قرار گرفته علتش هم اینه که از نگاه دین اسلام نه مرد سالاری در نظام خانواده پسندیده است و مورد قبوله نه زن سالاری مورد قبول هست چرا که هیچ کدوم اینها اعضای خانواده رو به کمال نمیرسونه به آرامش نمیرسونه به سعادت نمیرسونه هر دو تا غلطی از نگاه دین ما و مخصوصا مکتب و مذهب اهل بیت اسمت متحارد اون چی که لازم است اینه که تمام خانواده پایبند باشند. به یک سلسله ارزش های اخلاقی تا با رعایت این ارزش های اخلاقی در تمام مسائل ریز و درشت زندگی به کمال مطلوب دست پیدا کنند به آرامش برسن به سعادت دنیا و آخرت نائل بشه این ارزش های اخلاقی در واقع حاکم است نه مرد سالاری نه زن سالاری ارزش سالاری است و در واقع ارزش های اخلاقی تعیین میکنه که کدام خانواده موفق هست احسن من. چه رفتاری داشته باشیم که به دنبال اون رفتار و اون حرکت و اون عمل بعد خروجیش مثلا رسیدن به سعادت باشد رسیدن به بهشت باشه رسیدن به آرامش باشد داشتن آبرو در جامعه باشه و با تمام فوایدی که داره حالا امام سجاد و السلام در این رساله شریفه تأکیدش بر اینه که زن و شوهر باید بدانند که اینها هر دوتایشون نعمتا نسبت به یک دیگر نعمت خداست وقت نعمت خدا بود بعد میفرماید که حالا واجب است که شکر این نعمت رو به جا بیارن توجه کنند بنندگان عزیز گاهی وقت با یک تندی با یک حرف ناسنجیده با یک بداخلاقی با یک ترک فعل و کمکاری در محیط خانه سبب میشیم که مهمترین نعمت خدا رو ناسپاسی کنیم زن انسان مثلا نعمت خدای. شوهر انسان نعمت خداست فرزندان انسان نعمت های الهی وقتی ما در صدد ادای حقوق اخلاقی اونها نیستیم وقتی نا, نا خداگا با اونها بدرفتاری رفتاری میکنیم خب شکر نعمت نکردیم کفران نعمت کردیم حالا چگونه شکر نعمت رو به جا بیاریم میفرماید با رعایت همین حقوقی که در نظام خانواده ما اهل بیت برای شما ترسیم میکنیم در مورد زن قبلا توضیح دادیم بحث کردیم امشب در رابطه با مرد بحث میکنیم جالب حضرت میفرماید و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله این زن که حالا یک شوهر خوب و سالم گیرش آمده بر این واجب است و لازم است که حسن مصاحبت داشته باشه معناش اینه که حسن مصاحبت وظیفه است که در حقیقت فوایدش به خود این زن برمیگرده به خود این خانواده برمیگرده یه حسن مصاحبت چیه ما در رابطه با زنان اینو مطرح کردیم حق زن بر مرد اینه چون میفرمایید که حسن مصاحبت و حسن معاشرت وظیفه ای است که متقابل است حق است که هر, هر دو زن و مرد مثلا به یک دیگر دارند بعد امام سجاد علیه السلام یه توضیح میده که حسن مصاحبت با چی محقق میشه یکی از مصادق حسن مصاحبت این است که و یرفق بها اینه که با او عرض کنم که و یکرمها یعنی با بزرگواری با رعایت احترام با رعایت شعن و جایگاه مردش با مردش صحبت بکنه تعامل بکنه گفتگو بکنه اینطوری نباشه که حالا بگی چون مرد من هست مثلا حالا چه در خلوت چه در جمع چه در عرض کنم خدمتون که جاهای مختلف بیرون از منزل با او طوری صحبت کند که مرد خودش رو خار بکن زلیل بکن این حق نداره و یجب و ان صحبت نعمت الله و یکریم ها همینجا یک نکته رو من تذکر عرض کنم خیلی بلده، سریع بلده. که این زمیرهایی که یوکریمها و یرفق و به ها اینا هست اینا زمیر مؤنث از نظر ادبی اما اینا به خانم بر نمیگرده خانوم ها مسادره نکنن حدیث رو بعضی عملات اشتباه ترجمه کردن این زمیر بر به نعمت الله یعنی زن و شوهر نعمت خداست اون نعمت چون از لحاظ لفظی تای تنیس داره اینها ها, ها این های ها همه بر میگه به اون نعمت بلید. که در حقیقت پس اینا میشه عرض کنم خدمتون که حقوق زن و مرد، اینی یکریم ها و یرف قبه ها یعنی گرامی بیدارد اون نعمت خدا را حالا زن شوهرش رو گرامی بدارد و مرد همسر خودش زن خودش رو بزرگ بداند بزرگ بشمارد بسیار تشکر است من یک سوالم دارم شالا در بخش بعد از شما خواهم پرسید در خدمت سلام با شما هستیم با به وقت بیداریم تقدیم درود و احترام فراوان محضر یکایک شما خوبان نمبر مثبت 964 780 255 413 مثل همیشه در شما هست ارتباطمان ما کنید و ما را بهرهمند بسازین از پیام های ارزشمند خودتان پیام هایی که ممکن هاوی انتقادهایی هایی باشه از بنده تشکری های باشه از همکاران از اساتید محترم و سوالاتی که در مورد موضوعات مختلف و موضوعات مطرح شده در برنامه در ذهن شما هست و میخواهید که در برنامه به اشتراک بگذاریم به شماره خودتان به نمبر خودتان بخوانیم و انشالله استفاده کنیم حتما این برنامه را در این لحظه که شما ایزان میبینید بسیار هم خوشحال هستیم اما اگر نتوانستید در پخشهای مجدد و در فضای مجازی میتوانید با سرچ موضوعی برنامه ما که موضوع امشب ما هست حقوق خانواده از منظر امام سجاد و السلام و آنها دسترسی پیدا بکنید جناب استاد موسوی عزیز فرمایشات آخر شما در دقایق پایانی بخش اول برنامه حاوی چند نکته بسیار مهم بود نکته اول ای که شما فرمودید یکی از حقوقی که مرد برزن برخورد بزرگوارانه و کریمانه با ایشان هست چه در خلوت چه در جمع شاید از مشکلات اندکی که بعضی از دو دوچارش هستیم است که در جمع ها مخصوصا احسان. خانم ها گای اوقات شروع میکنن به انتقاد به ایراد گرفتن <تصفح> اوقات شاید ظاهر شوخی داره شاید ظاهر بسیار لطیف و مهربانانه هم باشه اما از منظر دیگران شاید یک احسان. مشکل به نظر برسه چی کنیم استاد این مایا به همو حقوقی که فرمودید رب داره یا خیر قطعاً رب داره چون امام <تصفح> بسم الله الرحمن الرحیم امام سجاد علیه السلام آقا و یجب ان یحسن صحبت نعمت الله یعنی حسن مصاحبت و حسن معاشرت داشته باشه زن با مرد و همینطور مرد با زن حسن معاشرت یعنی چی؟ یعنی در همون نشست های جمعی خانوادگی طوری رفتار کنه که همه به اینا بگه احسن خیلی رفتار سنجیده و خوبی بود اینی که شما میفرمایید بعضا دیده میشه یعنی عادت برای بعضی ها از طرف مردا هم گاهی هست که در جمع از زنش انتقاد میکنه بله. ایرادهای او رو بیان میکنه نواقص او رو بیان میکنه عیبهای او رو ذکر میکنه اشکالاتی که بر او وارد است رو مطرح میفرماید آیا این مثلا به صلاح خانواده است امام سجاد علیه السلام میفرماید نه نه مرد حق دارد این گونه رفتار کند با زنش و نه زن مخصوصا خانم ها باید خیلی زرنگ باشن توجه بکنند که اگر انتقادی، اشکالی، ایرادی، تذکری، پیشنهادی دارن حتما در خلوت، در جایی که کسی نیست اشکالات همسر خودش رو رفت کن مثلا همسرش یک آدمی بزلگویه با هر کسی شوخی میکنه بزرگ کوچیک هم نمیشنسته این یک ای 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 انتقاد دیگه اشکاله لازم نیست که اگر شوهر در جمع یک شوخی کرد این زن بگه دیدی من گفتم به تو تو یک آدمی هستی که هیچ وقت مثلا خوب بد خودت نمیفهمی هیچ وقت رعایت نمیکنی تو یک آدمی هستی که احترام دیگران برات مهم نیست احترام خانواده خودت مهم نیست یه حرفا رو وقتی که میگوید یعنی کمر این مرد رو و شخصیت این مرد رو میشکنه و سبب میشود که اعتماد به نفس اون مرد کلا از بین بره جدای از این که خود همین جور انتقاد کردن های مکرر در جمع مخصوصا از شوهر باعث میشه که دیگران هم جرأت پیدا کنند و بر این خانواده کلا انتقاد بکنه مخصوصا به مرد خانواده که ارز اساس این زندگی توسط او تدبیر میشه مدیریت میشه جرأت پیدا میکنه به خودشون این اجازه رو میدن میفهمن که این اعضای خانواده تا حدودی از هم پاشیده است بله. میفهمن و میدانن که میشه در اینا یک رخنه یک رسوخی مثلا کرد لذا احترام و شخصیت کل این خانواده از بین میره یا لعقلش اینه که کم میشه اصلا چرا نباید شوهر شما خانمی که الان برنامه رو گوش میدید یک آدم با شخصیت و بزرگ و موقعری جلوه بله. بکنه بله. این حقشه و حق خانواده شماست حق فرزندان شماست این نکاتی که امام سجاد علیه السلام در اون زمان مطرح کردن الانها تازه تازه روانشناس ها بهش میرسه ما این احادیث رو وقتی میخوندم خب مقالات و کتاب های روانشناسی رو نگاه میکردم دقیقا قدم به قدم میبینی الهام گرفته از همین نصوص وحیانی است که به زبان معصوم جاری شده یکی از موارد دیگرم حالا که بحث به اینجا رسید لازم زنان مخصوصا نسبت به مردانشون رعایت بکند مخصوصا هم در جمع این است که تمام توجه خودش رو معطوف بکنه در لحظه ای که شوهرش صحبت میکنه به شوهرش شاید بگین هی بابا اینقدر شوهر رو بزرگ کردی از اون طرف هم همینجوریه وقتی مثلا آقای محترم زنی صحبت میکنه در یک جمعی داره حرف میزنه شما هم کاملا گوش باش توجه کن بهش جایی که یک حرف مفید و مثبت رو میگه کاملا تاییدش کن جایی که مثلا داره یک توضیح میده بعضی جاها مثلا تکمیله لازم داره کاملش کن حرفش دقت کن زنام هم همینجوریه زن اگر میخواد قلب این همسر خودش رو تسخیر بکنه راهش اینه که در جمع تاییدش بکنه اصلا یکی از حقوق مؤمن بر مؤمن این است که حرف اون مؤمنی رو که گوش میکنه حرف او رو تاییدش کنه پرو بالش بده زمینه رو آماده کنه برای این که حرفش رو ادامه بده یک عادت بدی هم بعضی از ماها داریم که وسط کلام دیگران میپریم در روایت هست که این که اگر آدم وسط کلام دیگران بپره بدتر از این است که به صورت او چنگ بندازه بل. این خیلی بده لذا زنان و خانم های محترم مادران بزرگوار خواهران گرامی به این نکته توجه بکنن که مرد خیلی دوست داره مثلا در جمع صحبت میکنه مخصوصا توسط خانمش تایید بشه اگه تایید بشه دیگه اونجا این اون حس قهرمانی رو به شوهرش داده بله. و در حقیقت اون اقتدار مرد رو زنده کرده در جلوی جمع این هم یکی از نکاتی که باید بهش توجه بکنه به عکس اگر بخواد اونجا انتقاد کنه زایش کرده خراب کرده امام حسن و نسکری علیه السلام میفرماید که کسی که یک شخصی رو در جمع و جلوی دیگران موعظه کند او را خار کرده اما اگر نه بره مثلا در یک جایی که دیگران نیست و با این نیت که یک انتقاد سازنده داشته باشد او را تذکر بدهد او را بزرگ شمرده اونو گرامی داشته این حدیثه یکی دیگر از نکاتی که باز در همین زمینه قبل از اینکه نکته نکتر بفرمایید شاید بعضی از عزیزان تازه به جمع پیوسته باشن بله. و با خودشان بگویند که رساله حقوق سجاد به این جزئیات پرداخته نه مبحث ما به محوریت رساله حقوق بله. مسجد و سلام هست و میخواییم که کاربردی صحبت کنیم احسن میخوایم. از بعضی از اتفاقاتی که در بعضی از خانواده ها خیلی مرسوم هست و متاسفانه درست فرمشون م... میفته قطعا مخوا... امام علیه بلن. سلام بلن. کلی این بحث رو مطرح کرده بلن. یعنی حضرت میفرمایید خانم محترم باید شوهرت رو بزرگ بشماری بله. خب بزرگ شمردن به چیه به اینه که انسان این مسائل رعایت کنه یکی از اون نکاتش اینه بلن. که میفرمایید آقا مواظب باشید در جمع مسخره نکنید یک دیگر رو در کل کلا مسخره کردن افراد از لحاظ قرآن یکی از گناهان کبیر است بی ویژه اینکه زن و شوهر بخواد در, در, یک جمع خانوادگی که در این مهمانه ها همین دور هم نشینی ها دیدین گاهی وقت مثلا این مرد یک لحظه میخواد مثلا فرض کنید یک حرف بیه که دیگران بخنده بسه شوخیه آفرین بعد رو میکنه ای بر او بر نگاه میکنه دیوار کوتاهتر از زنش پیدا نمون یک چیزی به اون میپرونه مثلا در حالی که اون زنی بیچاره خب تقصیر نداشته <تصفح> قرار نبوده که مورد این صحبت قرار بگیره یا زن مثلا تو جمع نشسته یک چیزی به شوهرش میگه مسخرهش میکنه مثلا مادر تو که اینجوریه بابای تو که ماشین تو که دیگه یک ماشین قرازه لکندری داره دل. خب همین به این مرد بر میخونه سبب میشه که دیگران هم همین حالت رو و همین گفتار رو تکرار کنه سبب میشه شخصیت خانوادگی شما پایین بیاد این هم فرمودن که باید رعایت بشه که ما بتونیم یک زندگی موفقی رو تجربه بکنیم بسیارد. نکات زیادی رو من یادداشت کردم در این زمینه من خیلی فهرست عرض میکنم یک نکته دیگه هم بگم میفرماید که تشکر از همسر در جمع این خیلی میتونه مفید باشه که مثلا زن بگه که شوهر ما بندی خدا اهل هیچ گونه کار حرامی نیست و رزق و روزی حلال سر سفره میاره من سپاس گذارم خود همی خیلی تاثیر داره بعد خدمت رو کنم حفظ ظاهر و احترام متقابل حتی اون زمانی که با همدیگر قهری پیش میگاهی از همدیگر ناراحته زن شوهر میگه این ناراحتی خودتون رو بروز ندید کاری نکنید که دیگران بفهمه شما با یکدیگر قهر چرا به خاطر اینکه خب قهر بودن شما یک ساعت بیشتر شاید دوام نداره بعد. یا یک روز دو روز بعد درست میشه ولی خب این ذهنیت در ذهن دیگران وقتی ایجاد میشه اون دیگه درست نمیشه بعد میفرمایید که یکی از موارد دیگر رو که باز در روایات داریم در قرآن هم هست که بانوان محترمه رعایت کنن حق همسرشون اینه که با تواضع و با لحن مناسب با اونا سخن میگن حتی اگر مطالبه ای دارن بد صحبت نکنن دروش صحبت نکنن چرا که اینها سبب میشه که این شیطان ینز بینهم قرآن میگه و قول لعبادی یا قول هی احسن فا این شیطان ینز بینهم به بندگان خوب من بگید پیام بر اسلام که با یک دیگر با زیباترین کلمات گفتمان لفظی رو انجام بدن چرا به خاطر اینکه شیطان گاهی وقت از همین کلمات میاد یک بلایی درست میکنه یک کدورت ایجاد میکنه این هم یه نکته است که نظرتون تقدیم کنیم من فکر میکنم استاد هر چقدر نرمتر بله. مهربانانه تر صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم قطعا همینجور و نتیجه در دسترس تر خواهد بود انشالله که در جمع ما نیستن ولی گاهی اوقات این اتفاقات خیلی ریز و کوچک باعث یک اتفاق خیلی بزرگ میشه در شما خواهیم بود استاد در بخش سیم همچنان با ما باشید به با وقت بیداری را تقدیم نگاه مهربان شما میکنیم چند دقیقه از برنامه باقی مانده که در بخش بعد تقدیم نگاه مهربان شما میشه صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. شما می توانید از طریق فضای مجازی با استفاده از برنامه های آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب در برنامه های در ساعات مختلف از شبان روز برنامه های ما را دریافت بکنید سرچ موضوعی بزنید حتما مورد پسند شما از آن واقع خواهد شد عزیزانی که دروبرشان هستند دوست دارن برنامه ها رو ببینن با آنها پیشنهاد بتین که دنبال کننده های برنامه های تلویزیون جهانی هادی حتما باشن همچنان با شما هستیم در بخش سیو و جناب استاد موسوی عزیز بزنبارد. ادامه مبحث ان از شما خواهیم شد بسم الله الرحمن الرحیم خب عرض ما این بود که امام سجاد علیه و السلام که چراغ هدایت است برای راهنمایی به سوی سعادت و خوشبختی خانواده توصیه هایی دارند یکی از توصیه های حضرت به خانم های بزرگوار این بود که مردتون رو شخصیتش رو هیچ وقت تحقیر نکنید بزرگ بشمارید در همین زمینه ما الگوهای زنده هم داریم در خود تاریخ اسلام و خود اهل بیت اسمت و تهارت که اینا الگوهای زنده ای بودن که در بین جامعه به همین شکل زندگی کرده بودن و برای ما نقل شده و درس برای ما در مورد حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها این نقل وجود داره که بی بی نهایت رعایت رو نسبت به مولا علی علیه السلام داشتند در یک تکه تاریخی اینجوری این نامده که یک وقتی امیر علی علیه السلام آمدن وارد منزل شدن خب سلام کردند این نکته ای اول که آقایونی که منتظر وای میسن که دیگران به او سلام بکنند این برخلاف سیره اهل بیت وقتی وارد بر خانه میشی سلام کن همسر اونجا هست فرزندانت هست تا یاد بگیرند امیر المومنین سلام کرد زهرای مرزیه سلام رو جواب داد بعد آقا امیر فرمود که زهرا جان غذایی هست که رفع گرسنگی از ما بکند نوع حرف زدن رو نگاه کنید عین ای جملات مولا به همین شکله تازه اونجا داره که من از خودم رفع گرسنگی بکنم غذایی هست نفرمود که بدو یا مثلا غذا بیار کجا بودی نبودی با. همین تحکمی که در بعضی از خانواده ها متاسفانه ممکنه باشه بعد در پاسخ بیبی بی فاطمه زهرا سلام ها فرمود قسم به خدایی که پدرم را به رسالت برگزیده و شما را جانشین او و وسیع او قرار داده یعنی اگر در خانه من چیزی پیدا نمیشه من خودم آدم کمی نیستم دختر پیغمبر آخر زمانم تو هم آدم کمی نیستی که در خانه چیزی پیدا نمیشه از مادیات تو جانشین پیغمبر آخر زمان مقام شوهرش رو با زبان فسیح بیان کرد بعد فرمود که حالا سه روز به این بر غذایی در خانه نیست به غیر از قوت و سبیت یعنی اندازه غذایی که یک بچه رو سیر بکنه ما برای بچه اونو کنار گذاشتیم و غذا نبوده امیر المومنین با شنیدن این جمله متاثر شدن فرمود چرا نگفتید زهرای مرزی فرمود که پدرم به من فرموده است که از همسرت مطالبه ای نکن اینا درس برای ما که مبادا با یک وقتی دستش تنگ باشه و نتواند حاجت تو رو برآورده بکنه و خجلت زده ای تو بشه این بیان بیبی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است چقدر اینا بزرگوار بوده چقدر اینا درک متقابل داشتن. بعد جریانش مفصل کمیر المؤمن رفت بیرون و درهم قرض گرفت و اونم داد به یک از صحابه خودشون برگشت که در خانه بوی تمام لذیذ میاد و سال کرد و نگاه زهرای مرزی فرمود که از بهشت برای ما آورده و چنین چنان تا آخر ما هدفم از نقل این قصه این بود که نگاه کنید در سختترین شرایط این زن و همسر مقامات همسرش رو شوهرش رو این آقا امیر رو با ترین بیان ذکر میکنه تا درسی باشد برای ما آیندگان لذا آقا امیر فرمود که لقد کنتو انظر الیها من وقت نگاه میکردم به زهرای مرزیه ف و ان الهموم تکشف و تکشف و الهموم تمام هم و دردها و غمها و الاحزان از وجود من علی بیرون میرفت یعنی زن مسلمان این هنر رو باید داشته باشه که مایه آرامش شوهرش باشه و همینطور برعکس مرد مسلمان و همینطور باشه که وقت داخل خانه میشه با خودش آرامش رو بیاره داخل خانه نه این که به محضی که داخل میشه همه در حول و حراس بیفتن که پدر خانه آمد چه کار بکنیم که الان عصبانی نشد دست این هم هست استاد نوان روی صحبت ما با همسران محترم هست که نوان آقایون با توجه به شغل و بلخره کاری که دارن در محیط بیرون با استرس بیشتر میشه دقیقا و زمانی که برمیگردن به خانه شاید روی خوش یک سلام گرم بتوانه بسیار دقیقاً دقیقا همین اشاره کنیم یعنی بحث دقیقا همینجاست که امام سجاد علیه السلام میفرماید یکی دیگر از موارد حسن مصاحبت و یا حقوق مرد بر زن اینه که میفرماید که وان به بها یعنی مدارا کند با او مدارای با همسر خب مدارای با همسر مصادیق و موارد زیادی داره همه خودشون در موردش وقتی واقع بشه توجه میکنه حضرت کلی این بحث رو مطرح میکنه مثلا یکی از موارد مدارا در رابطه با همین عصبانیت ها و ناراحتی ها و رنج های ناخواسته است که همسر در بیرون از منزل باش مواجه میشه بخواهی نخواهی بزرگواران بینندگان عزیز زندگی مخصوصا در عصر حاضر بسیار سخت شده تأمین مسائل اقتصادی زندگی خودش یک معزلیه مرد وقتی بیرون از منزل هست هفت ساعت هشت ساعت تلاش میکنه زحمت میکشه با افراد مختلف روبرو میشه اینا خب یک بار سنگین خستگی روی اعصاب و تمام جواره این مرد میگذارد وقتی وارد خانه میشه با یک خستگی و پناه آورده به شما بانوان گرامی اینجا میفرماید اگر دیدی یک وقتی عصبانیه ناراحته شما دیگه تنور درگیری رو روشن نکن من. بلکه آب سرد باش روی این جگر تفتیده این مردی که خسته از بیرون آمده تا ای رو به آرامش برسونید ما نمیگیم که حتما مردا حق دارن عصبانیت به خرج نه ناخواسته گاه وقت پیش میاد وقتی از بیرون خسته میاد چیزی نگو الان حتی روانشناسا میگن شما تو یک ساعت اول هیچی نگو بعضی از زنا هستن که این تکنیک رو بلد نیستن مرد وقتی از بیرون میاد خب میگه تو از صبح رفتی تا حالا کجا بودی چیکار کردی نکردی ما اینجا توی خانه ایجور گرفتار شدیم و فلان امکانات رو نیاوردی در اختیارمون ندادی از همون جا از همون بد ورود ده سبب نزاع اختلاف میشه در حالی که باید این هنرمندی رو داشته باشه که در همون دم در هم بد ورود کاری بکنه که زمینه رو برای یک ارتباط کلامی عاشقانه یا یک نشست آرامش بخش فراهم بکنه این چیزی است که اسلام از زن مسلمان خواسته همونطوری که از مرد مسلمان خواسته شده که آقا خستگی ها رو پوشی در بگذار سعی کن تا جایی که میتوانی وارد خانه نکن این سختی ها رو یک زنی آمد خدمت پیامبر اسلام عرض کرد یا رسول الله حق مردان بر زنان چیه یعنی حق شوهران بر همسرشون چیه پیامبر اسلام سه تا حق بیان کرد در این حدیث یک فرمود که حق استمتاع استمتاع یعنی نیازهای عاطفی و جنسی مرد خودش رو این زن باید برآورد برآورده بکنه در هر شرایطی مگر مواردی که حرامه که اون نمیخوایم بگیم این دیگه باید خود خانم ها توجه بکنن که بسیاری از اختلافات و نزاعها بین زن و شوهر از تا خوابشون نشأت میگیره و سرچشمه میگیره اینو باید دیگه کلی شما گفتیم اگر جزئیاتش رو خواستن در همین زمین احادیث فراوانی داریم تا ریزترین مسائل بحث ارتباط خاص بین زن و شوهر رو توضیح داده میتونن در برنامه هایی که برای این زمینه هست و مناسب است اونا رو نگاه کنه. دو فرمود که بدون اذن و اجازه شوهر در اموال شوهرش تصرف نکنه گاهی وقت زنان میگه مال شوهر خودمه بنده خدا این بنده خدا شاید یک برنامه ریزی دیگه ای کرده ای پول گذاشته تو خانه که مثلا یک چیزی لوازمی برای خودش بخره برای خانه بخره شما میری مثلا خرج میکنی برای یک میونی این سبب عصبانیت و ناراحتی میشه سبب میشه که برنامه زندگی به هم بریزه بعد فرمود که این دو تا حق که زن چه مرد بر زن داره و سوم این که فرمود زن مرد خودش رو ناراحت نکنه ناراحت نکنه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در یک جمله دیگر میفرمایند که در تمام مدتی که با زهرای مرزی زندگی کردم یک بار من رو ناراحت نکرد و همینطور یک بارم من ناراحتش نکردم یک بار در تمام عمر بعد فرمود که اگر همسرش کاری انجام بده که خانم ناراحت شه و خانم خواهران خوب گوش بدین اینا دینه دیگه اینا دیگه چیزیه که تو اینستاگرام اینجاها با چرخیدن توی اون فضاها کسی اینا رو نمیبینه این کلام پیغمبره اگر مرد یه کاری کرد یه حرف زد که این زن ناراحت شد ناراحتی خودشون رو رو نیاره به شوهر خودش عرض کنم نگه که من به خاطر این کاری این ناراحت شدم چرا این گفتی دعوا درست نکن. نزاع درست نکنه بلکه صبر کنه بعد فرمود که بهترین زنان شما زنیه که در رابطه با همین ناراحتی های شوهرش جایی که خشم ناک میشه صبور باشه صبر کنه بهترین زن شما این زنه همونطوری که فرمود بهترین مردان شما اون مردی است که زن خودش رو درک بکنه خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی و من بهترین کسی هم نسبت به همسران خودم و عرض کنم زنان خودم این هم یک نکته است که در رساله حقوق آمد در مطالب زیادی رو بنده یادداشت کردم که باز در متن همین رساله هست ان اگر رسیدیم باز جلسات بعد در خدمت ان شاء الله به تشکر استاد قبول بکنیم که این رساله سعادت من خواهد بود انشاءالله. اگر با انتقاد بکنیم ان که خود حضرت عنایت بکنه تعبیر این فرصتی که بالاخره تلویزیون جهانی هادی فراهم آورده برای همه ما گران باشه و انشالله با حضور شما استاد گرامی بزنگرام. و همراهی عزیزان این برنامه به ایک نتیجه خوب برسه انشالله انشالله در خدمت بزنگرام. شما خواهیم بود برنامه های بعد تلکم. سلام برش از شما عزیزان هم تشکر میکنیم فرصت ارزشمند خودتان صرف برنامه به وقت بیداری کردید از ابتدا تا این لحظه که لحظه پایانی هست همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم روزگار بر وفق و مرادتان با تنور خانه تان روشن و پر از نان باد <applause>